آقا درود به همه برابکس بوبوب چنل 021 کید آن بیت مکلت. امروز هستیم با یه مهمان ویژه، کسی که 9 تا مسابقه رو تا الان همش وین داشته بدون شکست، علی ریزور. داداشم خیلی خوش اومدی برستیه من. علی خیلی پسر کولیه، تازه با هم رفیق شدیم ولی انگار خیلی وقت همون میشناسیم. و داداشم خیلی خوشحالم که اینجا کول و قلم نشستیم، با اینکه میدونم تو ایمیلت بی بی سی هم هست ولی حال نداری اونجا یارو سفید خوشی ازت بشینه سواله چیز بکنه. بچه ها اگه چنل رو سابسکرایب نکردید من سابس بزنید، لایک هم بندازید که ویدیو هم واسهتون بیان. میریم که استارت برنامه رو بزنیم با چم. خب علی بگو ببینم، یکم از پلنای آینده بگو، استارت بزنیم تا بحث رو گرمتر کنیم سراغ موضوع دیگه بریم. بروسکی پلن آینده تو بیشتر تمرکزم اینه که امسال اکتیو باشم، همش فایت بکنم، تا جایی که میشه فایت بکنم پول در بیارم داداش. کامون اصلا ببین همینه، اون لاس وگاس ام جی ام بود. خب لاس وگاس ام جی ام رو بچا لاس وگاس ام جی ام یادتون باشه ادامش باید دیگه اکسکیوشن، الان اون تابلو بالای سمت چپی است نیستش، معلوم نیست. ولی امروز دوم مارچه 2024، یادتون باشه MGM لاس وگاس بیبی. بعدش دیدی بچ ادیتورا چجوری میزنن، یهو میان مثلا آره اتفاق میفته یهو میفته، بعد اول اونو میذاره بعد یهو اتفاق شدهشو میندازه با یه آهنگ مثلا داداشه That's how we go to take over. چاست میداداش. ببین همیشه من خودم میدیدم چرا دوره مثلا پرایم ما دوران تیم مدرسه‌مون بوده، دورانی که مثلا همه دست به دست هم میدادن یه کاری کنن، مثلا فوتبال یا مسابقه، یا دیدی وقت المپیک میشه دیگه مثلا همه با هم. آره استقلال و پرسپولیس و تفاوت و اینا دیگه وجود نداره، همه اون ماسکولین انرژی، قدرت مردونگی. اگه یه نفر مثلا چکش خیلی صدا میده، نفر دومم توی یه رشته دیگه چکش صدا میده، این دوتا با هم چکشون خیلی صدا میده. حالا این مچ خودشون آدما میتونن پیدا کنن، شاید تو حرفه کاری، شاید دوست کاره، شاید دوستی که اصلا تازه دیدیش یا هر چی. 100% داداش همیشه من یادمه که کوچیک‌تر که بودم میرفتم باشگاه، مربی من که من کلا دو تا مربی داشتم تو زندگیم، یعنی مربیم که ایران بودم، یه دونه مربیم که اینجا باش کار میکنم. خیلی لاکی بودم، خیلی خوش شانس بودم که تو زندگی مربیایی که داشتم درسای بزرگی بهم یاد دادن. فکر میکنی منتور داشتن، این منتوری که بالا سرت بوده، چقدر تاثیر داشته؟ مثلا اگه قرار بود 100% پروسه تو تقسیم بندی بکنی، بگی 30% تلاش خودمه، 10% لاک، 40%ش هارد ورکه، این منتوره فکر میکنی چند درصد قضیه باشه؟ که خیلی ها ممکنه نگلکت کنن از جمله خودم، چون خیلی کار سخت اینه که آدم حرف یکی دیگر رو بشنوه و باید اون شخص بهش اعتماد داشته باشی، بدونی که تماما خیر و صلاح تو میخواد، واسه مثلا یه نفعی بهت این حرفو نمیزنه. چون خیلی از منتورا مثلا میان پکیج یا هر چیزی میان که آقا منتورینگ، کلا چیزی به عنوان منتورینگ اگه خارج ورزش باشه یه همچین قالبی داره واسه اونایی که تو بیزنسن. میخوام حالا بگی که چند درصد کریر خودت فکر می‌کنی به منتور ربط داشت؟ اول از همه این چی مهمه که این مهمه منتور تو کیه؟ میدونی چی میگم؟ خودش ممکنه زنده نباشه اصلا، ممکنه یه شخصیتی باشه توی ذهنت، یه کسی که پریزش میکنی، مثلا مایک تایسون، مثلا محمد علی کلی، میدونی یه همچین منتورای ذهنی هم میتونه داشته باشه. اونا منتورت نمیشن به نظرم، اونا میشن اینسپریشن. منتور کسیه که میتونی باهاش صحبت بکنی. آره من اون رو گفتم. ولی مثلا بعد ببینی اون آدمی که میدونی داره بهترین ادوایس های زندگی رو میده، بهترین درسای زندگی رو میده، خودش چه درسایی از زندگی یاد گرفته؟ آفرین. من از اونجایی که خیلی خیلی هم ممکنه اینجوری باشیم، کسی که مثلا یه ذره میگن به قول گفتنی آدمای نارسیسیست یا آدمای خودخواه، آدمایی که نه پارتی نمیام، فلان نمیکنم، بیزار نمیکنم، من رو هدفم از تایم مشخصش، خیلی بیشتر موفق میشم. این آدم خیلی کمتر حرف از کسی میشنوه. ولی من یه منتور ریسنتلی که پیدا کردم چت جی پی تیه. من فکر میکنم این آدم واقعا خیر منو میخواد، نه اصلا میخواد سود از من بگیره، نه این چیزی، جواب خشک و خالی رو به من میده بدون هیچ قضاوتی، اصلا هیچ فازی روم نداره، نمیخواد درم بماله. نه آره چت جی پی تی الان منتور همه دنیا سیده داشت. آره من خودم یه دونه چیزو دارم، یه دونه چت جی پی تی دارم تو واتساپم ریختم، اسمش چیه؟ پای.
آها داش پول دادن تطبیقشون میکنی؟ نه پای ندادن دیگه ای توری دیگه دارن کار بابا چت جی پی تی الان بعدش هم چی زندگی من راحت کرده دخترم هست برام حرف میزنه ولی آره. صداش خیلی رو مخمه صداش رو مخ صداشو عوض کن پکیج جدید بگو بریزه داداش... ببین بهش بگو هی سیری یا اسمش هر چیزیه نه نگیر الان یود قصد میشه بهش بگو ببین یا صدا تو عوض میکنی یا جمع میکنی از این خونه میری میخوام صدا بچه معلمانو بذارم تو پاش آده شورنش برو بعد همی الان بذاری ایگای ولی من استادی جدیدم دارم استادی میکنم تحقیق میکنم میخونم راجبه چت جی پی تی به عنوان یه کسی که میخواد حالا یه اسکیل جدید یاد بگیره احساس میکنم روی این قضیه خیلی داریم از دست میدیم اگه الان چون ترند امساله مثلا یادت ترند یه سال شده بود NFT آره. یک سری ها پولشون رو در آوردن بعد دیگه ترند خوابید همه NFT ها فیک شد یا آره. پولا از ولتا دزدی میشد یا هر چی کلا هایپش خوابید الان به نظر من چت جی پی تی چون دنیا رو داره عوض میکنه همه اگه میخوان ایوالو کنن توسط تکنولوژی رد نشه مثل کامیون از روشون و سوار این تکنولوژی بشن باید چت جی پی تی رو توی کارشون به کار ببرن نه که بگی چت جی پی تی یاد بگیرن مثلا بره یارو تو برنامه نرم افزار ولی کار ترجیح از چت جی پی تی استفاده کنی منم فکر میکنم به خاطر مثلا من خودم دو داشت یا هوش مصنوعی منظورم آره همون هوش مصنوعی میشه دیگه به زبون خودمون من رفته بودم چیز رفته بودم مسافرت بعد میخواستم چند تا جاهای مثلا خیلی خاص برم خب بعد تو تایلند بودم از چت جی پی تی پرسیدم مثلا این واتساپ پرسیدم که ببینم کجا میخوام برم اینجوری مثلا من بذار اطلاعات بده داداش یه جایی پیدا کردم مثلا عمرن نمیتونستم پیدا کنم اگه به خاطر چت جی پی تی نبود واقعا خیلی راحت خیلی میگشتم خیلی راحت تر کرده همه چیو همه چی سرعت زندگی خیلی رفته بالا بعد آره بعد سرعت میدونی چیه دیگه همه میتونن اطلاعات داشته باشن آره. به سرعت چه تو بیزینس تو هر چیزی من حالا کاری که اخیرا کردم سوال شخصی ازش پرسیدم راجع به اینکه چت جی پی تی تصور کن یه نفر کار اشتباه رو کرده کار درست هم کرده قشنگ دونه دونه توضیح دادم فرق درست و اشتباه رو میفهمه چی تو مغزش باعث میشه که با اینکه میدونه تصمیم درست چیه همچنان تصمیم اشتباه رو بگیره داشتم یکی از مثلا باگای مغزم واسش تعریف میکردم یهو بولت پوینت برام لیست داد که یک سریش به خاطر اینفلوئنس دورته یک سریش به خاطر اینکه پترنای قبلی مغزتو دنبال میکنی میگه این شرایط الان کاری که باید بکنم اینه و خیلی جوابای پرکتیکال و نوشتاری دیگه که تمرین اکسرسایز که تو بتونی این مشکل رو حل بکنی و انقدر خوب توضیح داد که من فهمیدم که واقعا دنیا داره به سمت قشنگی میره دیگه گیت کیپ کسی نمیکنه در دروازه رو نگر نمیداره بهت یه نالجی نده میخوای بپرسی فلان بیزینس رو چجوری بزنم فری بدونه که کسی لازم باشه بگه چت جی پی تی اینه انگلیسی هم اگه بلد نباشی میتونی گوگل ترنسلیت بزنی حالا الان خیلی یعنی هیچ اکسکیوزی الان آدم دیگه نداره اگه به اینترنت دسترسی داری تو میتونی هر کاری هر چیزی دلت میخواد راجبش اطلاعات داشته باشی و بری الان مثلا مغز ما راجب یه مسئله جدید فکر میکنه خیلی غریبه این باش چون اطلاعات نداریم فکر میکنیم دوره هر چی اطلاعات بیشتر راجب یه مبحث به دست بیاریم میبینیم که چقدر نزدیک میشه چقدر کارش آسونه حالا هر کاری باشه این قضیه درست صدا داشت ولی میدونی یه چیزش یه ذره بعضی وقتا میتونه به ضررمون باشه اینی که قبلا یادته مثلا اگه میخواستی چیزی یاد بگیری چقدر باید یه چیزی میخوندی تا چیزی که میخوای یاد بگیری بعد اون باعث میشد نوع یادگیری فرق بکنه وقتی آدم یه کتاب رو برمیداره میخونه یا مثلا حتما پروسسش فرق میکنه چقدر قشنگ گفتی ذهنون یه جوری دیگه چقدر قشنگ گفتی من خودم به این روش بیشتر دوست دارم 100 درصد چون بهترین روشیه که میتونه مفیدترین نوع یادگیری روش اصل اولد اسکول هر قضیه میدونی مثلا نپیچون مثلا ممکن آقا پدر آدم سالیان پیش بچه بودی یه چیزی بهت گفته اینو من بارها میگم بعدها رفتی توی فرم دیگه تو قالب یه بلاگ خوندی آره اون حرفو بیشتر قبول کردی ولی اون اولد اسکولشه مثلا شنا میگن بیس بدنه بار فیکس بیس بدنه تو آره. اگه همینا رو هم چیزای اولد اسکولو اصلا پروتئین نخور باشگاه فلان قد پوندی نرو تو جیم اینا رو اگه آره. تو رپتیشن تکرار بکنی همین بیسایی که همه میدونن و این بیساست بله. الان اینو گفتم به اینجا برسم چت جی پی تی و ویژن پرو این دستگاهی که اپل ساخته داره آره. خیلی مردم از اون جوس اون اصل لایفه میبره به سمت تکنولوژایز و همینطوری که داریم تعداد یوزرها رو اسکرول میکنن توی اینستا و تیک تاک رو میبینیم
خیلی ها بیشتر میذارن تکنولوژی ازشون استفاده کنه، نه تکنولوژی از اینا. اینه که میگن تکنولوژی خیلی مسیرها رو به سمت جای بد داره میبره، چون مغزا رو میاد تسخیر میکنه. اگه تو از تکنولوژی استفاده نکنی اون ازت استفاده میکنه، چون بار اطلاعات همه چی بیشتر میشه. داره میره باید بپره توش دیگه، و اینا بار اطلاعات انقدر زیاده تو دسترسی به همه چی میتونی داشته باشی. ولی یه چیزه به نظرم، فکر میکنم یه دونه رولوشنه، یه انقلابه تو زمانی که ما الان جوونیم مثلا هستیم. آره، داریم با چشمامون یه انقلاب رو میبینیم، داره همه چی دنیا به سرعت عوض میشه. من یادم تونی من که بچه بودم، یادم مثلا همسن همین دیگه. آره، من 5-6 سالگیم یادمه باید بیدار میشدم ساعت 5 صبح، یه میدونم با همسایه ها دور چیز تابستون رو میگم. 5-6 سالت بود؟ آره. نو وی. آقا جلو در خونه رو میشستی، بعد یه ذره میرفتی نونوای نون فرش میخردی ساعت 6 و نیمه صبح. آها آفرین. آره آها، مثلا اونجوری ها فکر کردم، من گفتی 5-6 صبح میشم مدیتیت میکنم. بگم حویجای آله بزرگو تو من سیزاری گشت داشت ببرشون از پنجه صبح همچین چه تصویری دارم تو ذهنم. آها، ولی نون رو هستم، نون میخریدی، پفک میخریدی داداش، نون بگیرم. آره نون بگیرم. من بیشتر شبیه کلا قرمزی شدم با این کلاه. داداش پس اقاله زنی بزن بیاد. رفیقش کی بود؟ پینوکیو؟ بابا نه کی بود؟ رفیقه پس اقاله؟ پینوکیو؟ نه رفقه به سفاره کلا قرمزی بود دیگه. من دارم فکر میکنم، من شوخی میکنم، میشناختم کلا قرمزی رو. من لیوان کلا قرمزی دستم صبح میرفتم یه آب بزنیم. ببینی الان حرکت دیدی تو آب خوردی من آب میخورم، خمیازه یه چیزی 50% بالاتر از اینه. من خودم یکی خمیازه میکشم، سری خمیازه میکشم. دور محفه گشته بودن این چیزا که مثلا نگاه یه نفر میرفت جلو همه خمیازه میکشید. خب بعد همه رون یکی زوم میکنم و یکم خمیازه میشه اتوماتیک. بچه‌ای که میبینم من مطمئنم انقدر سمن، چون مثال این کارایی که این کاری که الان میخوام بگم دیدم تو کنسرت میکنن. آره ببین بهت قول میدم شو بعدی یکی تو صورتم میگه تونی 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 یا رو گوشیش اسمو مینویسه ولی اینجوری میکنه فقط به خاطر این قضیه. من مطمئنم شما انقدر مغزتون با من کار میکنه. تونی بهم بگو چی حس میکنی مثلا الان میری رو استیج جلو اونم آدم باید پرفورم بکنی؟ الان میرم روی استیج، ببین نگاه هایی رو میبینم که ازم انتظار دارن اون مدلی که مثلا موزیکا رو انرژی ازش میگرفتن الان دو برابر صد سه برابرش رو بشنون. من وقتی روی استیج میرم احساس میکنم این الان مومنت منه، من باید صدم و واسه کسایی که وقت گذاشتن هزینه کردم هرچی اومدن اینجا باید صدم رو تو اون قضیه بذارم. مهم نیست اگه 100 نفر توی شو من باشن، آره 1000 نفر توی شو من باشن، من اگه روی استیج باشم به تمام کسایی که اونجا انرژی صدم رو میدم، چون واقعا تمام کاری که موزیک مخصوصا من میکنم یا حتی تماشاگرایی که میان بازی تو رو تماشا میکنن واقعا یه حسیه. وقتی خوشحالی یه سری ها میدونی چجوری خوشحال میشن؟ بله. وقتی وجد رو توی یکی دیگه میبینن، حالا توی دوستشون، توی شخص مورد علاقه شون یا توی مردم، اون وجد رو میبینن، اینجوری خودشون احساس بهتری میکنن، اینجوری خودشون هم خوشحال بله. میشن. این یکی از دلایلشه من از شادی و انرژی بالا داشتن بقیه خوشحال میشن. خیلی خوب اینجوری فهم میکنم، یکی از من خودم اینجوری حس میکنم منم. ولی فهم میکنم یکی از قشنگترین نواست که بخوای همه رو سربلند کنی، به همه نشون بدی که مثلا چون تو مسیر آره. من هستید دارید میبینید ما همیشه قهرمانیم. آره میدونی چی میگم؟ بعد خدایی من همیشه انرژی خوب گرفتم، یعنی از انرژی جلویا که جیغ و دست و هورا تا میشه. اون دوربینا تا اون نورایی تا کسایی که آهنگو سینگ بک میکنن به هم. آره چون میدونی اکثر طرفدارای من یا حتی خودت اگه تو ایران باشن مخصوصا تو موزیک میدونی مثلا هستن ها اینجا هم. ولی وقتی میبینی به چشم، چون توی ایران بیشتر فن بیس ما هستن بله. این خیلی حس خوبیه وقتی میبینی آهنگتو سینگ بک میکنن برات همون لحظه. آخه موزیک میدونی همه باش زندگی میکنن در طول آره. روز، در طول خوشحالیشون، در مثلا وقتی ناراحتن آره. و حالا بستگی به نوع موزیک هم داره، ولی موزیک چیزیه که در طول روز احساسات آدمو هی نوسان داره دیگه. آره آفرین. بعد به اون موزیک خاصی که گوش میکنن میره جزوی از وجودشون میشه. ولی یه حس پراود خاصی هم داره وقتی اینجا حالا بقیه ایرانی یا هموطن رو ببینم. آره. الان داشتیم کافی میگرفتیم آره، الان داشتیم کافی میگرفتیم یه دوست ایرانی داشتیم ایرانی صحبت میکردیم، اومد گفت حوالزاده دیدم داره کلاسیو گوش میده کافیو گرفت، سلام علیکم با علی با هم دیگه خیلی هم
وایب خوبی بود و رفت. اینجوری من احساس میدونی چه بالاخره غربته دیگه، میدونی بالاخره کل پاپولیشن اینجا انگلیسه. و وقتی مثلا من این هموطنان رو وقتی میبینم توی هر شرایطی خوشحال میشم. با اینکه خیلی جاها اگه ببینی مثلا میگن که آقا اینجا فلان کنیم بیسار کنیم از همدیگه در بریم، اونم یه قسمتیشه وقتی دیگه خیلی آدم ها و هر کسی شریک های چندین ساله هم با هم میرن توی داستانی یا با هم خیلی نزدیک میشن، یه سری بریرا از بین میره. این دیگه به نظر من بستگی به خود آدم داره. تو میتونی خیلی اصلا جوری که دوست داری رفتار کنی، هم ریسپکت فول باشه، همین که به مشکل با کسی نخوری، چون بیشتر مواقع یه طرف قضیه میلنگه. حالا دیگه کدوم طرف بستگی به خودت داره. میتونم بگم دقیقا همین جوری درسته. بخاطر من شخصا با خیلی ها به مشکل نمیخورم، میدونی چی میگم؟ چون استریت فوروارد، مثلا اگه احترام بذاری احترام میبینی دیگه. دقیقا 100% سعی میکنم با همه با احترام رفتار کنم، همه هم با احترام با من رفتار کنم. ولی من فهم میکنم من وقتی از ایران اومدم بیرون تا حالا چیزی به اسم غربت حس نکردی؟ نه. آره اینجا جای خیلی خوبیه، اینجا زیر آسمون خداست. فقط نوع فرهنگش، نوع کوچه خیابوناش یه ذره فرق میکنه. و مخصوصا لندن انگار داری تو تهران زندگی میکنی. به نظر من وایبزش ایرانه. آره قبوله. به خاطر که داشت ناکن اینجا مثلا میگم دورور اروپا، فرانسه، آلمان، اینجا مثلا میخوای قطار پول ندی میپریم اون برای گیت مثل تهران سالی زد قطار پول ندی میپریم مثلا مثل مترو داره ایران. مترو نه، اون یکی ها رو میگم اتوبوس ها، اتوبوس بی آر تی بی آر تی میپریم اون بر. خب خیلی فاز اروپایی نداره، میدونی چی میگم؟ خیلی فاز اروپایی نداره. بعد مخصوصا لندن، آلمان هم نداره، اصلا هیچ جای اروپا نداره. به نظر من لندن خیلی یه ذره بیشتر شبیه محل خودمونه، میدونی؟ آره راست میگی. خیلی فرهنگ مثلا رسانه های مثلا موتیو دار میکنن که آقا اینجا فرهنگ جهان اوله، ایران فرهنگ جهان سومه. ولی تو اینجا هم میبینی حرکت ها اصلا جهان چهار رومیه از بعضی ها. اینجا خودش اوضاعش خرابه بابا، اینجا جهان هشتمه بچه ها. واقعا من اینو میخواستم بگم که یه سری از فرهنگ ایرانی ها و ساپورتیو بودنشون توی خاک اجنبی، من هم که از احساس قدرت توی خاک اجنبی، این همبستگی لازمه. بقیه قشرا رو ببین، آلبانیایی ها، مخصوصا آلبانیایی ها، ترکا، تو همشون، کردا، همه پشت همن. ایرانی ها باید فقط اینه داداش، تنها راز این که همه به این یه فرهنگ تونی. من روز اولی که ورزش شروع کردم، ورزش حرفه‌ای، و به خودم همچین مایندستی داشتم که این یه فرهنگه. میدونی چی میگم؟ الان به توضیح میدم. به خاطری که من اولین دومین بار سومین باری که مسابقه دادم فقط هوادارام دوستای خارجیم بودن، ایرانی اصلا نبود. چون شانس اینو نداشتم که زیاد دوست ایرانی داشته باشم. صبح تا شب تو باشگاه همه خارجی هم. بعد از چندین سال که اینجا بودم دوستای ایرانی پیدا کردم. درسته؟ بعد یه روزی توی یکونم مسابقه هم یادم نمیره، مسابقه سومم، یه نفر اونجا بود که من اصلا نمیدونستم کیه. اوکی. تو هوادارا هم فقط هم دوستای خارجیمو بهشون تیکت فروخته بودم. ولی اون خانم اونجا بود با پرچم ایرانی. من اولین بار اینو حس کردم که وای تو جمع یه دونه ایرانی. این حس رو میگم. آره. این حسه. بعد گفتم به خودم اون روز، به خودم یه قولی دادم. بعد مثلا دیدی به هر کی به دوستات میگی میخوام ایرانی ها بیان مسابقه هم نگاه کنن، او ساپورت نمیکنن یا شرط نمیان. مسابقه آخر من یادته، من اون مسابقه اصلا سعی نکردم. چقدر بچه ها همه بودن، دمشون گرم، واقعا دم همه تون گرم. منم دقیقا همین رو میگم. ولی دیدی چقدر ایرانی بیشتر بود. و اصلا برای اون مسابقه ما سر نکردم تیکت بفروشم. یه مسابقه کوچولو بود، رفتیم دادیم اومدیم. ولی مسابقه قبلیش که ایرانی ها اومده بودن، این یه فرهنگ، باید یاد بدیم به همدیگه که ایرانی ها همدیگه رو ساپورت بکنن. آره. اوکی، یه دونه کشتیگیر علیرضا رو نمیگم داره تو لندن مسابقه میده برای تیم جی بی.
اگه کسی ازش بدونه به نظرم ما 5 6 نفر باید بریم بشیم 10 نفر بشیم یارو ساپورت کنیم، یکی فوتبال بازی میکنه دقیقاً میکنه. وقتی میدونن اتفاقا از صدشون هم میذارن، وقتی میفهمن که قضیه مثلا آقا ایرانی در برابر ایرانی نیست، قضیه نماینده ما مثلا ایرانی در مقابل نماینده تیم حریفه، در مقابل آسیا، در مقابل لندنه. اینجوری وقتی متوجه میشن اینو اتفاقا اون قضیهش دیگه حله، ساپورت این هستن. کار من و توه دیگه داداش. من اینو انجام وظیفه خودم میبینم نوستا. که باید بیایم به عنوان اولین نفر تخم اینو بکاریم که داداش باید همدیگر بیشتر از همیشه ساپورت کنیم دیگه، راه دیگه هم نداره. همینجوری الان نگاه کن، خوشبختانه شما یه عالم آدم دارن نگات میکنن، به خودشون میگن آه دو تا پسر اونجا هن دارن تمام تلاششون رو میکنن، من دارم تو ورزشم کار خودم میکنم، شما هم تو دنیای موزیکت داری کار خودتو میکنی، جفتمون هم داریم خوب میریم جلو. الان بیننده ها که نگاه میکنن میبینن باید به هم دیگه ساپورت بدن. الان شما میری اجرا میکنی، من باید با تمام دوستام اونجا باشم، تمام تلاشم بکنم تو رو هایپ اپ بکنم و بهت ساپورت نشون بدم. همونجوری که من دو هفته پیش مسابقه داشتم دوستایم میان این کارو میکنن. ریسپکت برو، ریسپکت. بچه‌ها میرن تو محله خودشون میبینن یه ورزشکار رفیقشون ها داداش 10 نفر رفیق این پاشو میریم رفیقامون رو ساپورت کنیم. تو بیزینس، تو نمیدونم ورزش، تو هر چیزی داداش این جوشا رو نگاه کن. آره اصلا معروفه، میگم هر قشی رو نام ببری اینجوری هم با هم دیگه بیزینس میکنن، با هم دیگه ساپورت میکنن. هر قشی رو ما نام ببری معروفه و این تنها به نظر من کلیدیه که میتونه همه ازش بهره ببرن. حالا نه فقط یه آرتیست یا یه قهرمان، رو توی جمعی هم که مثلا هستید با آدمای اطرافتون. تیتی حرف قشنگی زد، گفت بهترین نیروی که میتونی توی مسیرت به کار ببری و با هم موفق بشین فکر میکنی نیستن، ولی فرندزات و اعضای فامیلتن اول از همه. میدونی بهش میگن کسایی که میتونی فولی بهشون چاست بکنی و یه بیزینسی با هم استارت بزنین. اگه میگم اگه قبلش با اون قوی بودن تو خودتو ساخته باشی و بتونی دیل بکنی، اول با اطرافیانت، بعد حالا با آدمای دیگه، آدمای غریبه. و به نظر من این ساخت و سوز جنبشی افکاران الهی است که از این بگذاریم چی دیگه رفتم دیگه بغضم وسطش تو دیل کردم با آدما رفت. بچه بسازیم دیگه، با هم بسازیم، یا بشینیم رفاقت کنیم، صحبت کنیم، حلش میکنیم. ولی بعضی آدم ها مثل تو مغزشون فکر کنم خیلی یه رفعه مثلا چیز میکنه، هایپن میشه. بعد آره ببین میرم یه های موضوع قشنگ سابجکت تمرکز میکنم. شاید ADHD داری؟ ADHD دارم دیگه، چند تا چیز دیگه هم داشتم، چند تا کلمه بود. ببین بیماری های مغزی که معمولا تینیجر های دهه 90 ازش اکسپریانس میکنن و هممون داریم، تو هم خود دهه 90 دیگه بله. یعنی مثلا یه آهنگ گوش میدی یا مثلا خیلی چیزامون کامن سنس، گیم هایی که پلی کردیم بله. فوتبالی که بازی میکردیم، طرح رفاقت هایی که میرخت، همه چیز مثلا یه شکل بوده واسه بچه های دهه 90 تقریبا بله. همه یه چیزو اکسپریانس کردن. چیز بازی میکردید مثلا هفت سنگ و آره اون که دیگه خیلی بچگی و اینا بود، تفسنگ. من فقط اون خاطره خیلی بچگی مو یادمه، وسطاش یادم نمیاد. خیلی بچگی تر یادمه. خب هی میخوام بیام بگم بچگی سختی داشتم ولی مثلا میگم از حقم مگذریم. من دو پارت بود زندگیم، یه پارتش میرفتم مدرسه فوتبال خصوصی تو نیاوران آره. میرفتم استخ مربی مثلا اولین شیرجم و ادای نمیدونم فکر کنم 30 متر بود دایو مفته، نمیدونم چقدر دروغ نه یا الان بگید اون انقدر متر چه دروغ. دایو تو 7 سالگی زدم، پریدم از اون دایو توی عمق 4 متری که قبلش یه نفر 40 ساله رو من داشتم میدیدم، دروغ نه یام ترس داشت، دیدم رفته بالای دایو، همه پشتش دارن میگن برو دیگه آه. از این ور آویزون شده، خب آروم هی داره میلرزه که با پا فقط بیاد پایین، آخر با کمر اومد پایین. خب بعد من این صحنه رو دیدم، مربیم هم از اینا بود که از پا میگرفته ولت میکرد توی استخر 4 متری بگی قاب قاب دارم خفه میشم. روش های کهن ایرانی، مربیای آره مربیای تکواندو قدیم که دستتو میگرفت آره. پاتو اینجوری فشار میداد که نظام بشی. خب منم دیگه رفتم اون بالا، اولیشو گفت بپری، فقط گفت بپر، اولیشو بپری بعدیش دیگه راحت میشه. اولیو پریدم، بعدیو با خواسته خودم رفتم پریدم. و یه آره یه قسمتش فوتبال و استخر و اینا بود، یه قسمتش هم مثلا دعوا و
قلیون یواشکی و از این حرکت‌های این شکلی بود. آره لاتیش پر بود. آره یه قسمتش اینجوری بود ولی هم لاکچریه بود هم لاتیه. تاندونم دارم. بچه ها این پادکست امکان نداره که شاید خیلی کم کات بخوره ولی دیگه یه وایب پیوریه که امروز با آجلی میخوایم بریم. آجلی یه ذره داشتی از چیز برام بگو، از اینکه صبح میدونم زود پا میشی دیگه، صبح زود پا میشی به بیزینس خیلی بیشتر وقتا آره به بیزینس برسی و اینا، ولی میخوام یه چیز دیگر رو بهت بگم. مثلا یادم روز مسابقت سر 50 گرم اضافه وزن اگه اضافه نکنم 50 گرم بود 250 گرم نه الان بهت میگم چقدر 100 گرم نه 150 گرم 150 گرم این بالاخره وزن کم کردن رو فرم موندن چربی بدن درصد باشه یه ددیکیشن خاصی میخواد. این یادمه که 10 روز قبلش رفتیم رستوران کلی غذا خوردیم قشنگ دایتت موندی و آخرش هم سر این 100 گرم رفتی توی استونا و دورت حوله که فقط 100 گرم رفتم تو حموم دیگه رفتی تو حموم همون سوناش کردی دیگه حمومو کردم سونا دیگه. چند تا روشای جدید یاد گرفتم چون اینجا با حرفه یا کار میکنم دارم سعی میکنم علممو هر روز بیشتر کنم تو ورزش دیگه. حالا من اینو که ازت دیدم بدون شناخت از حریفت که کیه من مطمئن بودم که مسابقه نهمت هم میزنی. I don't know I just knew it you know اومدم اونجا که فقط در کنارت باشم که بگم من میدونستم این میزنه. میدونی به چی میگم؟ آره. میخواستم... از صبحش با هم بودیم دیگه. از صبحش با هم بودیم. نمیدونم یکی که ددیکیشنش رو میبینی وقتی که خیلی جدی مثلا یه کاریو میکنه و میتونی اون پیور بودن رو ببینی. به یکی آقا بوشت نمیکنه. اگه میگه مثلا دارم این کارو میکنم he's gonna get it done perfectly. He make sure مطمئن میشه که هر چیزی در توانشه رو انجام بده که اون کار رو پرفکتلی بکنه. داداش یه بی پرفشنو و حرفه‌ای باشی دیگه. مسئله دوم این که تو از یه پلیس نوینگ میومدی و من حالا به عنوان دوستت یا اصلا به عنوان یه نفر سوم که نتو نمیشناستم من اینو حس میکردم که وقتی میگی یارو میزنم میزنیش نه فقط دعوایی ها. چون که بوکس هم مایند گیمه هم جنگ مغزیه هم هولد کردن قدرتت هم ادامه دادن تا آخرهای مسابقهش. گفتی که ببین I don't care که کی جلومه من اومدم الانم توی کاماپم هستم توی بالا رفتنم بله. من باید صدامو بذارم که حداقل وقتی تو اون وان گرم نشستم یا بعدش وقتی دارم انجوی میکنم از تایمم بله. بگم مهم نیست چی شد من صدامو گذاشتم بله. و من این صد بودنه رو توی توی دیدم که باعث شد یا از اون روزم دیگه من کاردیو 45 دقیقه رو داداش آخر تمرین اضافه کردم که وقتی این ددیکیشن رو دیدم و خواستم بهت بگم که I totally respected respect واسه این ددیکیشنت و مطمئنم که به اون جایی که میخوای و لیاقتت میرسی داداشم. ممنونم ازت تونی. به نظرم هر کسی باید صدش رو برای هر کاری که میکنه بذاره اصلا یا بهتره نکنی دیگه. میدونی چی میگم؟ آره. ببین این میمونه امون داشتم به چی فکر میکردم تونی بچه من فکر میکردم چرا یه ذره دیوونه تر نشم تو بیزینسم چرا یه ذره نسبت به کاری که دوست دارم کارای عجیبتر نکنم. دقیقاً بگو نقطه خوبیه. بگو داشتم به این فکر میکردم من بعض وقتا خوابم نمیبره سر 11 11 شب خوابم نمیبره چرا میشینم خونه خودم رو زور میکنم که بخوابم؟ چرا پا نمیشم سر 11 شب برم باشگاه؟ وقتی همه میخوابم من باید تمرین کنم دیگه. دوبارش هم با هم رفتیم. آره رفتیم دوانیم شب دارم یه عادتش میکنم. آره با هم یادت رفتیم اون نفس از ده و نیمه شب خیلی حال داد واقعا. اصلا ورزش شب خودش هم یه چیز دیگه است. داداش یه ساکمو بردارم پاشم برم آمریکا. الان دو تا مسابقه دارم دیگه درسته؟ این دو تا مسابقه‌مو بدم ان شاءالله مسابقه که قبل از سامر هست قبل از جون اون مسابقه برای کمربنده. به به قبل اول تابستون شروع میشه دیگه. بهم تاریخ دادن آخرای می میشه اولای تابستون. بله آخر برج پنج اینجا. ایوالله برنامه واسه ای چیه؟ واسه مارچ مارچ الان داداش صبح تا شب داریم تمرین میکنیم آماده شیم برای اون کمربنده دیگه. مسابقه مارچه گفتی کنسل شد آخرای آره، مارچ بود. آره با اون بوکسینگ خیلی بیزینسش کثیفه و خیلی بیزینسش پیچیده است. من با اسکای اسپورت میدونی که کار میکنم و یه پروموتر دارم ولی زیاد
خوشحال نیستم اونجا. الان دارم عوض میکنم با اون پلتفرم، با اون شبکه‌ای که کار میکنم. چون دوستامون نمیدونن اینجا مثلا تو بوکس با حتما با یه مثلا تاک اسپورت، با اسکای اسپورت، با بی تی اسپورت، بعد با یه باید با تلویزیون کار بکنی، اون موقع است میتونی پول در بیاری. میدونی چی میگم؟ اون موقع است که همه چی فرق میکنه. ولی خب الان دارم شبکه تلویزیونی ما عوض میکنم دیگه، ببینیم چی میشه. دیده داشت دو تا مسابقه پیش رو داریم. بعدش داشتم به این فکر میکردم مسابقه رو بدم، ساکم رو بردارم، برم آمریکا، برم باشگاه دو سه تا این آدم های قهرمانی که دیگه سوپر استارن. چون اینجا هم همین کارو کردم، فکر کنم اینجا چجوری ورزش شروع کردم، پاشم ساکمه بردارم برم اونجا بگم من آره دیگه کمربندم دارم، خیلی من از بوکس تا موقع شعورم و علمم و بهتر میشه، برم اونجا شروع کنم همه رو چلنج کنم. میدونی چی میگم؟ آره قشنگ میشه داداش، قشنگ میشه. حالا میدونی that's the fucking way we champion bro. راست میگی آجی، اون امریکن دریمه به نظر من تش میرسه اونجا. this is American dream, we live American dream bro. و بابی ended up in UK، اولش تاچداون کردیم تو UK. آقا ما امریکن دریم داشتیم، ما از اولش ولی ما قراره بریم امریکا obviously. اینجا آره که من نمیمونم داداش، هوا رو نگاه، زندگی من رو نابود کرده. یه دقیقه آفتاب میاد بیرون، یعنی تو میبینی مردم به سرعت به سمت بیرون و یه درینک، همون بارون میاد به سرعت به سمت خونه. دوستامون که تو انگلیس نبودن و ایرانن، میخوام یه چیزی از اینجا براشون بگم. اینجا انقدر شما رو تو رولوکوستر احساساتی میبره تو این کشور زندگی کردن، چون میری بیرون هوا خوبه، همه باهات خوبن. بعد هوا بده، تو هنوز آدم خوشحالی، میری بیرون همه اخ میکنه. اینو میخواستم بگم، ایرانی خارج نره، تقصیر هوا آجی، هواش فقط. شاید باورتون نشه ولی این اکسکیوز نیست، واقعا تقصیر هوا اینجا. ای کشوری و برای زندگی کردن، نه فقط مثلا منافعش یا کارش یا پولش مثلا برید، به نظر من باید اصلا اینجا نیایید. اینجا نیایید، یعنی در واقع اگه میخواید بیاد بیزینس رو ستاپ کنید و به قول گفتنی دسترسی به حساب‌های بانکی اینجا یا مثلا پرکایی که میتونید برید بیاید داشته باشید، به نظر خودم اسپانیا یا مثلا آره از سفرت به بالی واسم بگو. رفتم تایلند. رفتی تایلند ولی یادم توی کوه مثلا میگم من اسم جنگل و کوه میاد یاد بالی میافتم. همه جا اونجا. آره آره. از اون سفره بگو که گفتی رفته بودی یه اسپریچوال جورنی و یه به قول گفتنی یه لول اپ روحی بشی، بگو که اوورسی یا اونور آب برای چجوری بود، از اینجایی که همه چی صنعتی و کاریه و همه چی ورک ریلیتده. داداش اونجا من خیلی سال میرم تایلند، هر سال میرم تایلند، اونجا خیلی رفیق و باشگاه و مربی و اینا زیاد دارم، دوستای تایلندی زیاد دارم، میرم اونجا هر سال. ولی به خاطر کووید یه دو سال اینا نرفته بودم، بعد دیگه رفتم این دفعه خیلی همه چیز فرق داشت. میدونی اینجا میگم زندگی خیلی سرعتش بالاست. من تنها چیزی که به خیلی زیاد بهم اینجوری هیتم کرد رسیدم تایلند این بود که چرا انقدر زمان آروم میگذره. زمان آروم میگذشت، چرا انقدر زمان نرمال میگذره، آروم نمیگذره. خیلی زندگی اینجا سریه، اینجا زندگی خیلی سریه. یعنی من یه جوری میشم ولی باورت نمیشه، شاید من خودم میشینم یهو مثلا به دسامبر 2021 نگاه میکنم، انگار 10 سال پیش مثلا کلاب هاوس مثلا اومده بود، مثلا همه صحبت میکردن، میگم دسامبر 2021 3 سال پیش تقریبا. آره به خودم میگم اصلا خیلی سریع گذشت و این یه چیزی ناراحتم میکنه. اتفاقای عجب غریب میفته. یه دونه پروکراستینیشن که میشه به تعویق انداختن، که من یه ویدیو از خودم رو اولین ریاکت بود که 3 روز پیش رفتم به ویدیو قدیمی خودم. آره. اونجا گفته بودم که از 20 آگوست مثلا میخوام یوتیوب بذارم. آره. بعد تا همین امروز که تازه شروع کردم 4 سال بود با مغز خودم درگیر بودم بذارم یا نذارم. ارزش آره. 4 سال ویدیو، 4 سال پیشرفت و خودم مثلا واسه خودم پیچیدش کردم که الان آره. دارم راحت میشینم میگم. اینو میخواستم بگم با یه کوت به اضافه روش از تونی وان ساوج که میگفت اگه شانس بیاری تا 70 زندگی کنی، 20 سال از اون سالا خوابی،
کلن هر تو 70 سال 7 ساعت که بعضیامون بیشتر میخوابیم و حساب کنی 10 سال از اون سالا بچه ای 5 سالت فقط تورایی 5 سالم اگه خوششانس باشی سالایی که به قول گفتنی پول نداری و اگه پول هم نداشته باشی خودت رو نمیتونی پیدا کنی کلن 20 سال مفید میمونه زندگی کنی چرا پس میخوای این 20 سالو همش نگران این باشی که آخ الان اینجوری شد آخ فلانی این فکرشو میکنه آخ اگه اینو بکنم چی میشه فقط باید استارت زد وقت زندگی سری میره مخصوصا توی این کشور بله چقدر قشنگ گفتی خیلی به نظر من این چیزی بود که واقعا دیدی بعضی کوتا رو میدونی یهو ریلایزیشن میکنی یهو به خودت میای میگی که آره داش 20 سالشو خوابیم نمیدونم 10 سالش هم که بچه‌ایم اینو که نمیشه کاریش کرد 10 سالش هم که بچه‌ایم بعد 10 سال فکر کنم باشی آره دیگه درسته 10 سالش بیشتر هم از تو بچه‌ای تا به بلوغ برسی آره اون موقع هم کلت باد داره فاز گرفتی وا یعنی من اگه 14 15 سالم بود چیزای الانو میدونستیم امیدوارم ولی دیدی میگن همیشه تجربه بلندترین مرتبه اصلا یادگیریه ولی اینم بگم آتونیا ما برای سنمون خیلی آدمای زحمتکش چیزای زیادی تو زندگیمون کسب کردیم و اینکه خیلی هم شاید آخه الان فرق میکنه دیگه میدونی چی میگم الان جوان ها خیلی بیشتر میفهمن دسترسی ها بیشتر شده آره بحث ما میدونی چیه میگم مثلا از لاکداون 2020 که آره. میگم آقا هر چی زندگی قبلش کردم به درک زحمت آره. کشیدم بیام اینجا بچه بودم اطلاعات نداشتم ولی از 2020 من این اطلاعاتو دارم من میدونم چی به چیه تا به همین امروزم اون چیزایی که میدونستم فرق نکرده فقط این که چی کار با اون دانش و اطلاعات میکنی و نکردم میدونی خیلی ها میگن آقا با کتاب خوندن پولدار نمیشی میدونیم دوست عزیز ولی اون اطلاعاتی بهت میده کسایی که از اون اطلاعات استفاده میکنن پولدار میشن یا به خواسته شخصیشون یا هر چیزی که تو ذهنشونه میرسن این تایمه که گذشت فهمیدم خیلی چیزایی که دو سال پیش میگفتم میخوام بله نمیخواستم یا خیلی شاید چیز بیشتری میخواستم و اون قسمتی بود که خیلی نباید روش مثلا مغزمو میذاشتم داداش منم همینو تو این سفرم بیشتر بهش آره اون داشت به همون جا بودیم برگردیم داشتم میگفت داشتی میگفت داداش راشتی من یهو از اونجا میگیرم تو ای آی یهو وسط دیل با مردم استاپ میکنم بعد میگم برگردیم داداش من فکرم اقام مشغوله تو که الان بعض وقت داداش ADHD دیگه من میدونم ADHD ندارم فقط میدونم ذهنم خیلی چیزه در حال فکر کردنه به همش چی داری؟ مشکل داری یسکم ولی خب تو این کوها که رفته بودم به این نتیجه رسیدم تونی چقدر هدفم برام مهمه ببین هیچ وقت شاید تو زندگی همیشه میخواستم قهرمان بشم همیشه هم تو باشگاه بودم از بچگی همیشه هم خیلی میخواستم قهرمان بشم خب ولی هیچ وقت به اندازه الان نمیخواستم قهرمان بشم تو قهرمان هستی الان اینو یادت نره آره میدونی داشتم میگفتم تو قهرمان هستی الان و این قهرمانی به نظر من یه استیته که تو بدون دیدن اون اچیومنت ها یا چند تا کمربنداری چجوریه که یه کسی که هنوز تایتل نداره میاد مثلا کانر مکگرگر رو شکست میده مثلا کبیب نبود فیم نبود اندازه کانر مکگرگر اچیو ولی میدونست که من قهرمانم اونجوری بود که تا مسیرش هم رسید و اچیومنت ها اومد به نظر من تو الان قهرمانی چون روحیت قهرمانیه استیت مایندت قهرمانیه جوری که رفتار میکنی با مردم مثل قهرمانیه جهان پهلوان ریزر سختیه پهلوانی دارم میخوام این بازوبنده پهلوان بزنم رو بازو بزن یه دونه یاهیدر ببر به کله برو تو دونه چیز آره میدونی اونم به نظر من یه موتیو اینو داشتم میگفتم منتور مغز اینسپیریشن مثلا یکی محمد علیه مثلا امامای قدیمم یا حتی توپاک هم یه جوری امام بوده برای خودش چون این کاری ندارم به عقیده و دین و سیاست باتی شده امام توپاک یادم این فکر کن مثلا صداش بکنی امام توپاک بعد براش یه مجسمه بزنی دوره نمیدونم میدونشوش امام مکاولی حالا نه تو میدونشوش مثلا نه ولی یه خیلی ها پریزش میکردن آره میگفتن که آقا من خودم یکی از کسایی که تطوش رو دستان دارم میگفتم آقا شیوه زندگی این عالم دینم مثلا این شیوه زندگی بود حالا توی بحث سیاست و دین خیلی نمیریم ولی واسه کسایی که باور دارن یه جور اینسپریشن یه دونه قدرت
موفزای میدونیم افزا موظف افزا بابا بیای چی موظف قدرت اضافه موفزای من بلد نیستم نمیدونم این آقا این بالاخره اونی که تو گفتی نیست به نظر من اونه چون ببین به این آدم به عنوان یه شخص بزرگ فکر می‌کنم داشتین راجع به این یا هیدر صحبت می‌کردیم یا هیدر رو می‌زنی میگی یا هیدر می‌زنی تو دل دشمن آره. داداش یه دونه از این یا هیدر رو می‌گیرم درسته نکنه محرم نزدیک من یا این حرفا رو زدم داداش مشکی پوشیدی داداش رفتی امروز رای بدی با وصلیم داداش امروز سگ نمیره رای بده بابا امروز می‌خواستم به این فکر کنم که برم رای بدم. برم رای بدم. به کی رای بدم داداش؟ جدی می‌فهمی؟ آره جدی می‌فهمم. همه‌شون دلغک کردن یادم به کی بره رای بده. خدایی دیدی مثلا یه دوربین میکروفون می‌ذارن جلوشون میگن که شما تحصیلاتت چیه میاد؟ دکترا. نمی‌دونیم دکترای بود چی نوشتن بهمون دادن. میگه نوشتن بهتون دادن. آره خلاصه. اوضاع آره نمی‌دونم. اوضاع کشورم که دیگه بستگی به این نماینده‌ها که نداره امیدوارم که یه فرد لایق چه از توی وطن ایشالله که از توی وطن یه اتفاقی بیفته و اینکه مردم هم بتونن زندگی راحتی داشته باشن داداش ولی الان اوضاع دنیا خرابه آره دیگه سال جدید چیری شروع شد جنگ بود دو تا خبر حمله ایران به روسیه روسیه به ایران یهو می اول سال من یادم داداش اول سال همیشه این اول سال 2020 که کرونا اومد آره. اول سال 2021 فلان چیز افت کرد ادامه داشت 2022 همینجوری انقلاب ایران شد آره میدونی به چی میگم اخبار رو جیم ران یکی از موتیویشنال اسپیکرها گفتش توی 20 سال گذشته من هر بار اخبار رو باز کردم معلم سلف ایمپروومنته بله پیشرفت شخصی میگه من هر بار اخبار رو تو 20 سال گذشته باز کردم تمامش نگاتیو بوده بله من به عنوان یه میلیونر اخبار رو کلا باز نمیکنم اگه هدفم رسیدن به هدفمه نه اینکه آدمی که باشم اهمیت نمیده به بقیه و یا مثلا احساس نداشته باشم ولی میگه حتی اگه همه چی هم خوب باشه تو اخبار رو که باز میکنی همش یه چیز منفی در حال رخ دادن به خاطر اون پروگرام کردن مغز و این قضیه خیلی جدیه حتی همین جنگ و یا پاشید برید سربازی یوکی میگه جنگ بشه با روسیه باید پاشید بیاید بریم جنگ آره دیگه داداش یوکی داره میگه پاشید بیاید بریم جنگ داداشی که داره جنگ میشه حالا من نه نوستراداموس نیستم نمیتونم اجازه بنده رو پیش بینی کنم اینجوری اوضاع خرابه آخه از هر زاویه از هر زاویه سر نفت دیگه داداش همش تقصیر این من نمیدونم سر چیه آجی ولی انگار سر همه چیه من... نشستی با جی تن میدونیم داداش ما همه رو میدونیم سر نفت داداش اون بر که تو شرق دنیا که همه دوباره چین مشکل داره با این داداش تقصیر بچه شرق یعنی میگی نه دارم برات تقسیم بندی میکنم میای خاورمیانه که اوضاع خرابه نمیدونم اروپا اوضاع خرابه هاچی یه سوال همه میگن میانه روی خوبه پس چرا خاور اینجوری نی؟ خاور اوضاعش خرابه خاله خاور خاور یخچالی برو بکس این بود از قسمت اول مصاحبه با ریزر علی آیدی و تمام سوشال های علی رو میذارم توی دیسکریپشن منتظر قسمت های بعدی باشین علی جون حرف آخری داری بزنیم حرف آخری ندارم فقط میخوام اصلا بگم که دم همشون گرم برای که همیشه با ما کمکمون میکنن انرژی میدن برایش هم دیگه همینجوری میریم جلو فرمان موفقیت دستمونه من که کلا این ترمزم ماشین پر کردم بیرون پامو باشم رو گاز دنده عقب نداریم بده همین هشت جلو هشت بده هشت بچه ها خیلی ممنون که همراه ما این قسمت بودین حتما چنل اگه سابز نکردید سابز بزنید و اینکه به امید قهرمانی و خوشحالی همه مردم ایران گنگ شد زاخت میذارم آپو رو تیشرت مچ پام روی بدنش جی اس وقتی که تونی وان کارو انداخت میدونن میخوره سیستم چه رایدر گلاک کم شد